سیل ویرانگر تابستانی در منطقه آسیای جنوبی و خاور میانه از دو هفته پیش در هند آغاز شد و با سرعت بخشهایی از پاکستان و افغانستان را فرا گرفت و طی ده روز اخیر وارد ایران و عراق شد و در حالی که همچنان در ایران استانهای زیادی را دچار خسارت کرده و این خسارت ها رو به گسترش است به حوزه کشورهای عربی خلیج فارس هم سرایت کرد و در امارات متحده عربی و عربستان متوقف شد همکارم علی اکبری در این باره گزارش می‌دهد. سیل آن هم در تابستان مناطق وسیعی از خاور میانه و پیش از آن آسیای جنوبی را در نوردید در مواجهه با این مهمان ناخوانده بسیاری خانه و کاشانه خود را از دست دادند و برخی عزیزان خود را آمار قربانیان سیل در ایران بالغ بر هفتاد نفر گزارش شده است این سیل ابتدا از استان فارس و شهرستان استحبان آغاز شد اما خیلی سریع به استانهای مرکزی و جنوبی و متعاقبا به شمال و شمال شرقی ایران هم سرایت کرد و مجموعا بیش از 20 استان ایران گرفتار خسارت های جانی و مالی سیل تابستانی شدند. کارشناسان حوزه آبخیزداری بر این باورند که ساخت و ساز غیر استاندارد و غیر مجاز در مسیر رودخانه ها و مسیل ها و همچنین عدم لای روبی رودخانه ها و ساخت جاده در کف رودخانه ها و مسیل ها از مهمترین دلایل افزایش خسارت سیل اخیر ایران است. از سوی دیگر در حوزه هواشناسی هم نظام هشدار دهنده هوشمند و کارآمدی وجود ندارد تا شهروندان را از وجود سیلاب ها باخبر کند. با خبر کند و شهروندان در حالی که گمان می کنند به دلیل عدم بارش و خوش بودن کف رودخانه در آنجا می توانند پیک نیک کنند به ناگاه قربانی سیل مرگ بار می شوند. اما سیل تابستانی در افغانستان هم خسارتهای زیادی به بار آورد. مولوی شرف الدین مسلم از مسئولین طالبان در امور حوادث طبیعی در یک نشست خبری در کابل گفت که سیلاب های اخیر 3019 خانه را تخریب و هزاران دام را تلف کرده است وی از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا برای رسیدگی به نیازهای اولیه و اساسی سیلاب زدگان همکاری کنند بر اساس اعلام مقامات طالبان در نتیجه سیل ها و زلزله ویرانگر اخیر در این کشور 1900 تن جان باخته 2000 نفر زخمی و هزاران رست دام و خانه مسکونی نیز تخریب شده است علی اکبری اخبار شیه